با درود فراوان به شما عزیزان، من دکتر فرجان زینی هستم. به یکی دیگر از برنامه های ندای درون خوش آمدید. امروز مهمان عزیزم خانم دکتر بهار صدارتی که اینترنیست هستند، پزشک داخلی و دفترشون در نیوپورت بیچ هستش. دفتر جدید نیوپورت بیچ لاگونا هیلز هستن. خوشحالم که دوباره برنامه ما رو دعوت من رو قبول کردین، تشریف آوردین. ما ماهیانه با دکتر صدارتی گفتمانی داریم راجع به سکشوالیتی، مخصوصا که این چند هفته اخیر راجع به بیماری های مختلف و سکشوالیتی، نه بیماری های مراقبتی، بلکه بیماری های مختلف و تأثیر اون روی ارتباطات جنسی گفتمانی داشتیم. امروز چه هدیه آوردید؟ ادامه همون بحث دفعه قبلمونه، chronic illnesses and sexuality، یعنی تأثیر بیماری های مزمن در روابط سکس و جنسی. میخواستم فقط به دوستان عزیزم دوباره یادآوری بکنم که برای برنامه های دیگری که ندای درون داره، مخصوصا برنامه هایی که با دکتر صدارتی داریم، اگر که مایل هستید که برنامه های قبلی رو ببینید، چند راه هست. یکیش اینه که تشریف ببرید به فیسبوک، آدرس فیسبوک که روی صحنه تلویزیون میبینید، برید اونجا لایک بزنید و از اونجا برگردید و ماهیانه ایشون تشریف آوردن اینجا و هر ماه رو که نگاه بکنید، یکی از برنامه هایی که با دکتر صدارتی داشتیم راجع به سکشوالیتی اونجا هست. راه دومش هم اینه که برید توی وبسایت fujan.com، دست راست اون بالا رادیوی هست 24 ساعته که توی اون رادیوی 24 ساعته هم تمام اینها آدیو وجود داره که اگر به هر دلیلی نتونستین که ویدیوش رو نگاه کنید. ممنون از اینکه منو دوباره دعوت کردید. خیلی خوشحالم در خدمت شما و شنوندگان و بینندگانمون باشم. ما صحبتمون رو فکر کنم تموم کردیم با دیابتیز یا بیماری قند و مقدار راجع به فشار خون صحبت کردیم. الان دوست دارم که صحبت رو ببرم به سمت کانسر یا سرطان و تاثیرات سرطان یا کانسر در روابط جنسی. کلن توی بیماری های سرطانی بیماری هستش که بسیار بیماری مزمنیه و مدت خیلی طولانی میتونه طول بکشه، نه تنها خودمون بیماری، به خاطر اثراتی که به مراقب شما بیشتر درش وارد هستین، اون افسردگی و اون استرابی که ایجاد میکنه فرد وقتی که با این بیماری مزمن خطرناکه، همیشه در پشت تشخیص سرطان اون فکر از بین رفتن و به قول معروف تموم شدن زندگی هستش، باعث انگزایتی یا استرس و دیپرشن و افسردگی میشه و این خودش به مراتب روی اون سیستم نورولوژیک بدن، یعنی سیستم عصبیشون، قسمت خیلی زیادی، سهم بسیار عظیمی توی نحوه برقراری تمام این کانکشن‌های فعالیت‌های جنسی و حتی پرفورمنس یا در حقیقت انجام دادن فعالیت جنسی داره و چون سیستم عصبی رو به مراتب تحت تاثیر قرار میده، خیلی تاثیرگذار خواهد بود. خیلی از افراد که مطمئنا شما بیشتر باهاش در تماس هستین، این حالت سوگواری پیدا میکنن وقتی که با بیماری سرطان تشخیص داده میشن و احساس میکنن زندگیشون دیگه به آخر رسیده و این خیلی تاثیر میذاره روی اون نحوه فکر کردن و اینکه براشون خیلی از فعالیت های زندگی شکل و نحوه و رنگ و بوی دیگه پیدا میکنه. غیر از مسئله افسردگی که مشخصاً با اکثر بیماری های مزمن به وجود میاد، مخصوصاً بیماری که کماکان حدث ما این هست و قاعدتاً شرایط زمانه این رو به اینجا آورده که درصد بالایی به مرگ ختم میشه، ولی غیر از اون مسئله افسردگی، یکی از مواردی که سرطان هم داره درده، یعنی در یک مراحلی واقعا درد وجود داره. وقتی هم که اون استرس فیزیکلی و دردم وجود داره، به نظر میاد که انقدر خود بدن استرس داره که نه لیبیدو کار میکنه، نه احتیاج و نیازی هست آدم. وقتی در بدنش یه مقدار زیادی ناراحت هست، کلن به فکر سکس و پلیجر نمیفته، یعنی فقط دلش میخواد این درده کم بشه، کسی دیگه کاری به کارش نداشته باشه، تا اینی که از بدنش شاید بیشتر حتی کار بکشه. دقیقا. به نظر من توی همه بیماری های مزمن که با درد همراه هستن، درد به دو صورت شخص رو تحت تاثیر قرار میده. همونطور که خب فرد فیزیکلی درد داره و تمام اون ذهنش درگیر این کلنجر رفتن با درده و تنها
چیزی که برایش اون موقع مهمه اینه که درد نداشته باشه. حتی غذا خوردن اونقدر برایش مهم نیست، فعالیت جنسی برایش اونقدر مهم نیست، احتیاج به استراحت داره و خب پرایوریتی یا اولویت هاش توی زندگی عوض میشه. از طرف دیگه در مقابله کردن با درد برای مدت زیاد کلن آدم رو خسته و افسرده میکنه و در کنارش استرس فراوان به وجود میاره که همون استرس و افسردگی باعث خستگی مزمن جسمی و روحی میشه و روی فعالیت جنسی فرد تاثیر میذاره. که همونطور که شما الان گفتید، به اضافه خود افسردگی و استرسی که توسط بیماری های کرونیک سرطانی به وجود میاد، مسئله درد هم خواهد بود. کیموتراپی، رادیشن اون هم تاثیر میذاره، چون اکثر سرطان ها یک طوری در کنارش رادیشن و کیموتراپی و یا یکی از این دو تا هست. کاملا. نکته بعدی که میخواستم بگم اینه که درمان ها، روش های درمانی برای بیماری های سرطانی معمولا سه جوره: یا شیمی درمانیه، یا رادیشن یا رادیوتراپی و یا جراحی. افرادی که در حقیقت تحت درمان شیمیایی یا شیمی درمانی قرار میگیرن، به خاطر اینکه عوارض دارویی بیماری های شیمی درمانی خیلی زیاده، باعث خب از بین رفتن مو، ریختن مو در خیلی از افراد میشه. خانمایی که موشون از دست دادن، اون اترکتیونسی رو که در خودشون میدیدن، اون جذابیتی که در خودشون میدیدن دیگه نمیبینن، که اون میتونه به صورت ثانویه روی اون میل جنسیشون تاثیر بذاره. خود این داروهای شیمی درمانی روی مغز تاثیر میذارن، روی بدن به شکلی که پوست رو تغییر میدن، خشکی پوست، خشکی مخاط ایجاد میکنن و اون لوبریکیشن و اون مرطوب بودن مجاری تناسلی رو تحت تاثیر قرار میدن. و رادیشن هم همینطور، رادیشن خیلی تاثیرات بدی روی مغز میتونه بذاره. البته سعی میکنن که رادیشن یا رادیوتراپی رو به یه ناحیه‌ای که درگیری داره بدن و نذارن به تمام بدن برسه، و باز تغییرات پوستی و خشکی پوست، خشکی مخاط رو ایجاد میکنه. بعد جراحی ها هستش. جراحی دو جوره. یکی اینکه شما فقط جراحی دارین که از نظر فیزیکلی شما رو تحت تاثیر قرار میده. مثلا اگر کسی جراحی داشته، مثلا کسایی که سرطان گلو دارن، سرطان مجاری تنفسی دارن، خیلی هاشون مجبور میشن که اینجاشون لوله داشته باشن برای تنفس. خب این اصلا جذاب نیست، راحت نیست و فعالیت جنسی رو تحت تاثیر قرار میده. یا افرادی هستن که سرطان کولن یا روده بزرگ داشتن، اینا مجبورن با کیسه برای مدتی باشن. یا سرطان مجاری ادراری دارن که باز کیسه ادراری دارن، نه تنها جذابیت نداره، زندگی رو بسیار سخت میکنه، نظرت روحی هم روی فرد تاثیر میذاره. و اصلا کلا تصور بکنید داشتن یک کیسه کولوستومی خیلی داشتن فعالیت جنسی رو راحت نمیکنه. و کسایی که مثلا افرادی که بیماری های سرطان سینه داشتن و مجبور شدن مستکتومی بکنن، یعنی که سینه هاشون رو بردارن، هم از نظر روحی و هم از نظر اینکه خب این یک قده شیردهی هست ولی کاملا ارتباط مستقیم به سکشوالیتی یک زن داره، باعث میشه که اونها هم فعالیت جنسیشون رو کاهش بدن یا اون میل و رغبت و لیبیدو رو نداشته باشن، چون خودشون رو وقتی تو آینه میبینن یه حالت کاستریشن براشون ایجاد میکنه، یعنی زن نیستن، زن بودنشون از بین میره. این نوع اولیه که جراحی به نظر من افرادی که دچار بیماری سرطانی هستن رو تحت تاثیر قرار میده. نوع دوم اینه که خب شما وقتی که یک بیماری سرطانی دارین که این سرطان وابستگی به هورمون داره، یعنی بیماری سرطانی در جایی به وجود اومده که نه تنها خود اون ناحیه ممکنه هورمونی باشه، یا اینکه اون بافت و اون تیشو به هورمون بستگی داره. یعنی مثلا سرطان رحم، سرطان تختان، سرطان پروستات، سرطان آلت تناسلی مردا، سرطان سینه، سرطان تختان، سرطان دهانه رحم، سرطان خود رحم، سرطان پروستات و سرطان بیضه. اینا سرطان هایی هستن که یا باید بیضه رو برداری که خب کل هورمون جنسی مردونه از بین میره، یا اینکه اگر سرطان پروستاته باید بیضه ها رو جوری با مواد شیمیایی مهار کنه که میزان زیادی تستوسترون ترشح نکنن که اون پروستات دوباره رشد نکنه، باز باعث میشه که فرد هورمون جنسی توی بدنش نداشته باشه. مثل سرطان سینه، افرادی که سرطان سینه دارن اگر که فقط شیمی درمانی بگیرن، اگر که فقط یه تیکه از اون سرطان برداشته بشه و حتی اگر که جراحی براشون انجام بشه،
اکثریت برای مدتی روی داروی تاماکسیفن که خیلی هم دارویی که اکثر افراد شنیدن میرن که این دارو ضد استروژنه، یعنی داروی ضد هورمون زنانگیه، یا افرادی که هم سرطان تخمدان دارن، خود تخمدان سورس هورمون جنسی زنانه است، خانم ها وقتی شما تخمدان رو بردارین هورمون جنسی کاملا رفته و سرطان دهانه رحم هم باهاش تخمدان برداشته میشه، حتی سرطان سینه هم برای بعضی تخمدان باهاش برداشته میشه، که اینها هم باعث میشه که خب اون هورمون از بدن خارج بشه. حتی تیروید، هورمون تیروید هم خیلی تاثیر داره روی نحوهی که سیستم مغزی کار میکنه، چون تمام هورمون‌های جنسی دستور خودشون رو از روی مغز میگیرن، از روی غده هیپوتالاموس و غده هیپوفیز میگیرن. چنانچه بالانس هورمون تیروید توی بدن عوض بشه، اون سیستم هیپوتالاموس و هیپوفیزی رو میتونه از بین ببره و قدرت جنسی ما دستور لازم رو با اون شکلی که باید از این قدرت بالای مغزی همون هیپوتالاموس و هیپوفیز هستن نمیگیرن و دچار اختلالات جنسی فرد ممکنه بشه. و یکی از مسائلی هم که اتفاق میفته اینه که نه تنها برای اون کسی که سرطان رو داره و کل بدنش در درد ناراحتی احساس مریضی که میکنه، قاعدتا خودش رو جدا میکنه از اون جایگاه سکشوالیتی، بلکه این اثر مستقیم هم روی یار اون شخص هم داره، چون یار اون شخص هم حس میکنه که با خیلی از کسانی که من صحبت کردم از ترس اینی که درد بیارن برای اون شخص، و اونها هم با یک کسی دارن روزمره دیل میکنن که وجودش رو با مریضی داره یکسان میبینه و خود اون آدم هم مکررن در فضای مریضی هست و احساس لذت جنسی یا دیزایر خواستن و میل به میل جنسی اصلا به وجود نمیاد وقتی که ما در قالب مریضی اینو نگاه میکنیم، یعنی وقتی حس میکنیم که یک نفر اون جون نداره و خودش احساس مریضی میکنه و اون حال و هوای این کار رو نداره، خیلی از کسانی که دوست دارن که این کار رو روابط جنسی داشته باشن بعضی موقع حس میکنن که من اصلا دارم تجاوز میکنم به یارم، به همسرم، به خاطر اینکه اون به نظر خیلی نحیف و در اون شرایط خیلی شکننده میاد و شاید که نتونه اون پای و پای بره جلو، و به خاطر همین حتی اگر که آروم آروم این کار میکنن میبینین در طی زمان کم کم کمتر و کمتر و کمتر میشه. البته این در زمانیه که هنوز اون شخص داره با بیماری دست و پنجه نرم میکنه، تو شیمی درمانی ممکنه باشه، این سه تا مراحلی که شما گفتین، البته زمانی که شاید سرطان از بدن اون شخص میره بیرون و بعد از یه مدتی احساس میکنه که دوره نقاهتش تموم شده، اغلب ممکنه برگردن و اون میل برگرده. ببخشید من صدام داره میره، ولی سوال من اینجا هستش که مخصوصا برای اون سرطان هایی که با قدرت کار داره و یا با اندام جنسی کار داره، آیا حتی بعد از اینی که اون شخص این سرطان کاملا از بدنش رفته بیرون، آیا اون هورمون ها برمیگرده یا اینی که اون هورمون ها رو باید تجویز بکنن و با کرم یا با داروهای دیگه ای ممکن اگر استفاده کنن و اگر اون رو جانبی دارن استفاده میکنن و خود بدن دیگه به وجود نمیاره، آیا دوباره از نظر فیزیکلی و هورمونی و شیمیایی این میل به تمایل جنسی برمیگرده، آیا خواستن و میلش هست و آیا همون نوع کمیکالایی که داره پرودوس میشه میتونه اتفاق بیفته؟ خیلی نکته خوبیه، خیلی دوست دارم که واقعا شنونده و بیننده های ما به این نکته که شما گفتین توجه بکنن که افراد وقتی که دچار بیماری مزمن میشن خودشون رو با بیماری یکی میکنن و نه تنها خودشون این حال رو دارن، اون کسی که در حقیقت یارشون هست هم ممکنه به اون افراد به عنوان یک بیماری نگاه بکنن، یک فردی که واقعا دارنده این بیماریه و یکسان افراد رو ببینن. چیز خوبی در مورد دیل کردن و کنار اومدن با بیماری مزمن نیست. یکی از کارهایی که من با مریضان میکنم اینه که باشون سعی میکنم راه های دیگه رو به وجود بیارم، نه تنها فقط برای داشتن روابط جنسی، توی تمام موارد مختلف روزمره که
این بیماری بیماری نیستش که فردا یا پس فردا یک ماه یا دو ماه یا برای بعضی یا دو سه سال دیگه از بین بره، برای بعضی همیشه هست. کسی که بیماری روماتیسمی داره آخر عمرش بیماری روماتیسمی داره، برای همین باید سعی کنن راه حلای دیگه ای رو پیدا کنن که بتونن سیستم زندگیشون رو به حالتی، حالا اگر نرمال نشد، خیلی نزدیک به نرمال برگردونن. در مورد سوال شما، من سوالتون یه بار تکرار میکنم که متوجه شده باشم دقیقاً و شنونده و بیننده های ما متوجه بشن، این که افرادی که به خاطر داشتن سرطان مجبور میشن هورمون های جنسی رو نداشته باشن، حالا یا توسط دارو یا توسط جراحی، اون قده‌ای که ترشح کننده هورمون جنسی هست از بدن خارج میشه یا از کار میندازیم، آیا بعد از اینکه سرطانشون برطرف شد و دیگه به قول معروف کانسر فری شدن، آیا میتونن این هورمونا رو داشته باشن؟ آیا این شرایط سکشوالیتی و هورمونا برمیگرده یا نه؟ البته خب من آنکولوژیست یا متخصص سرطان شناسی نیستم، ولی به عنوان یک اینترنیست یا پرایمری کیر داکتر، چیزی که من توی همه مریضان میبینم، چیزی که من در موردش به قول معروف تحصیل کردم، اینه که وقتی شما با بافت سرطانی در طرف هستین که این بافت حساسیت به هورمون جنسی داره، هیچ وقت نمیخواین اون هورمون جنسی رو دوباره برگردونیم به اون سیستم. چون ما وقتی که میایم میگیم به یک فرد your cancer free یا سرطان نداری، این در حد سلولی یا سلولار لول نیست، در حد همینجوری گراس پیکچر یا همونجوری که ما داریم میبینیم. وقتی شما پت سکن میکنین، سی تی سکن میکنین، آزمایش های مختلف انجام میدین، میبینین که خب سرطان دیده نمیشه، ولی این در حد در حقیقت یه تیکه از بافته، در حد دونه دونه یه مولکولا و سلولا نیست. اگر که یه کسی سرطان فرض کبد داشته و ما کبدش رو شیمی درمانی میکنیم، رادیوتراپی میکنیم و قسمت از سرطان رو بر میداریم، پت اسکن و سی تی اسکن های مختلف میکنیم، بعد از یک سال نگاه میکنیم میبینیم هیچ اثری از سرطان نیست، صحبت من اینه که اگر فرد 10 تا سلول سرطانی کبدی داشته باشه هنوز توی کبدش، مسلما توی پت اسکن نشون نخواهد داد، برای اینکه 10 تا چیزی نیست، ولی اون 10 تا اگه قرار باشه یه هورمونی بیاد روشون تاثیر بذاره، حتما اونا دوباره بزرگ خواهند شد و تبدیل به سرطان خواهند شد. بنابراین با توجه به معلومات من و تحصیلات من، به نظر میرسه که دوباره وارد کردن اون هورمون که باعث فعالیت های رشدی سلول سرطانی یا بافتی که قبلا سرطان داشته بشه کار منطقی به نظر نمیرسه. ولی داشتن فعالیت جنسی فقط ملزم داشتن هورمون جنسی نیست. یعنی خب افرادی هستن که منوپوز شدن، یعنی هورمون جنسی زنانشون رو ندارن، شرایطی ندارن که بخوان هورمون جنسی رو مجددا مصرف بکنن، ولی میبینیم که هنوز درگیر فعالیت های جنسی هستن، چون یه مقدار اون حالت ایموشن و احساسات افراده، یه مقدار داشتن هورمون جنسی هستش و یه مقدار اون نوروترانسمیترهایی هستش که توی بدن ترشح میشه.